جا خوردم. همیشه قبل از دیدنت عادتا کوبیدن در و لغت زدنت هم میشنیدم. یعنی همه چیز تمام شد؟ سخت از باور کنی؟ آره بله، ببین دقت کن. با مراد چی بگویم؟ هر چی که دیدی برو با مراد بگو. نمیتوانم. میترسی که دخ کنم به رئیس مونی؟ میترسم که این بار قسمش درست باشد. حتی اگر این دفعه قسمش درست باشد، قبل از اینکه خونی من بریزه آنقدر دور روم که حتی در خواب نبینم. برو دیگر. تو شاگرد خوبی نبوده ای، یا شاید استاد در حقت کوتاهی کرد. اگر او در حق من کوتاهی کرده باشد، من به شما چیزی کم نگذاشتم. چی کوتاهی کردم؟ بار اول 3 بار تیر خوردم. از رانم، از سینم، از دستم. استادت 1 بار قاچاق به دیدارم اومد، بعد 10 روز به پای خیستم. اما تو که به دیدارم آمده ای، 1 ماه می شود که درد جانگاه مرا عذاب می دهد. شاید هیبتی مراد تو را چنان ترسانده است که تو کار خودت را از ترس بجا آورده نمی توانی. 1 اتفاق دیگر این میان آمده است که نه به من مربوط است نه به استادم. می خواهی که بدانی آن چی اتفاق است؟ برو پیش کسی که 30 سال تو را ندیده باشد. در نگاه اول با تو میفهمونند که چی اتفاق است. همه آنهایی که 3 سال قبل مرا میشناختند حالا زیر یخهای سیبیر خوابیدند. حالا دیگر کسی نیست که از دور وقتی که مرا ببیند همراه تو پیر شدی. پیر شدی؟ پیر نشدی، بلکه 30 سالت بالا رفته است. مثل کودکی که جوان می شود. برای دلداری تو آدمی مناسبی نیستی. چشمهایت دروغ می گوید، زبانت باز هم بیشتر دروغ می گوید. من محتاجی دلداری تو نیستم. من دروغ نگفتم. نسبتی سالت جسمت خوب مانده است. اگر کسی دیگر باشد از این زخم جان سالم بدر نمی برد. اسماعیل، کارهای ناتمام بسیار دارم. شاید با منفیت تو باشد که 1 چند وقت آفتابی نمی شوی. سرنوشتم را من خوب می دانم. هنوز 3 سال قبل
یک زنی کولی و من گفته بود کی و در کجا باید بمیرم و از دست کی. نترس نترس، من سرنوشتم را خوب میدانم. اگر آفتابی هم شوم اتفاقی نمیافتد. زودتر از آنه که فکرش را بکنی از جا برمیخیزی. من فکر نمیکنم، میخوام. خبر آنجا ایستاده ای و به من خیره شدی. او را پیدا نکردم. هر آنجایی که فکر کردم اثر از او باشد رفتم، نبود. زندان چه؟ اداره پلیس چه؟ برای همین هم من وقت میخواهم. اگر پیدا کردی او را نترسان، کار نکن که فکر کند که همه پولها را پشت سرش خراب کرده است. نکند که با کسی رفته باشد. فکر است دیگر، شاید با کسی عروسی کرده باشد. فکر و خیالت هست یا مرا امتحان میکنی؟ اینجا بیا بیا بیا. بنشین. چشمان من نگر. اگر در آشیانه عقاب یا در زیر زمین هفتم باشد هم بیرون میادی، این دفعه بیخبر یا بد خبر نبینم. کجا؟
اگر یک چیز بپرسم بد نمیشه؟ اگه میدونی بد میشه نپرسی. نه بد نیست. چرا اینقدر ناراحت هستی؟ شما چی فکر میکنی؟ دیگه منو تحمل نمیکنی؟ نه این نیست. فکر کردم که دیگه حوصله‌اش نداره که منو تحمل بکنی. موضوع اصلا این نیست. یعنی اصلا به بودا نبود اینه که شما میگی من فکر نمیکنم. واقعیتش این چند وقته اینقدر ذهنم مشغوله که به موضوع دیگه اصلا نمیتونم فکر کنم. نادیا خانم، من فقط 3 روز وقت دارم. اگه قرار باشه تو این 3 روز صبح تا شب بچرخیم دنبال اون کسایی که سرنخ ماجراست، ببینیم یکی مرده، یکی افتاده بیمارستان، یکی رفته روسیه و ارمنستان و چه میدونم. صبح تا شب داریم میچرخیم دنبال خودمون، آخرش هم هیچی به هیچی. فقط وقت منه که داره تموم میشه. تو ایران یه سری آدم منتظر منم. همشون به کنار است. همشون مهمتر یه بچه مریض کوچولو که به خاطر اونم شده خیلی زود باید برگردم. خیلی زود. خوش به حالت که کسی انتظارت است. منم که هیچ کس انتظارم نیست. هنه ارزش داشته باشه که منم انتظارش باشم. خواهش میکنم نادیا خانم. کمک کنید به هم. گفتم خواهش میکنم. شما قول دادی به من کمک کنی. غیر از این که کردم. من نمیگم غیر از این کردی. من میگم مشکل منو درک کنی. من فقط 3 روز وقت دارم. میفهمی؟ که بعدش هم بری دیگه پشت ساعتم نگاه نکنی؟ من که قبلا هم خدمت شما عرض کردم. هر جوری شما بگی من در خدمتتونم. اجازه بدین. خدمت شما. بفرمایید. اصلا فکر نمی‌کردم که تو از اون نفرایی هستی که با پول گپ می‌زنن. نادیا. نادیا خانم، یه لحظه. منظور من این نبود. من که میدونم اینا همش نقشه است. شما میخوای قیمت رو ببری بالا. نادیا خانم صبر کنی. من معذرت میخوام. حل میشه؟ مطمئنم که اگر دیبا زبان میداشت و حرف زده میتونیست توی وقت متوجه من نمیبودی. باور کنید من میدونم حق با شماست. فکر میکنم شدم شبیه اون آدمی که همیشه میگین. اصلا برخورد با این خانم با شخصیت فراموش کردم. یهو یه کاری میکنم بعد میبینم که خیلی بد شده. تو منو رشخند میکنی؟ ها؟ خانمی با شخصیت؟ کنایه نبود. تو فکر میکنی که من باور میکنم که یه خانمی با شخصیت در یه خونه دو طبقه مثل لونه مور زندگی میکنه؟ اصلا اینی که شما میگی چه ربطی داره به هم دیگه؟ آدمی که با شخصیت باشه تو لونه مور زندگی کنه مورد احترام همه هم باشه. ولی چی؟ ولی نجابتشو حفظ کنه. مثل شما.
سلام، شب بخیر. من با مسافر اتاق 306. 306؟ نه، نمیخواستم ببینمش، میخواستم بدونم اومده یا نه. میشد بپرسم چرا؟ درست است، درخواستم به ربطی، ولی من نگرانشم. عجب، امروز که همراه بوده؟ از زور که اومد در خانه من دیگر ندیدمش. او رو ناراحت کردی؟ نه، او خیلی آدمی خوبه، فرارش مده، لیکن نومده. من منتظرش میشم. نه، برو دنبالش. اگر از تو ناراحت شده باشه، دل با دیگری میده. معلوم که نمیشناسیش، انقدر عجیب و غریب است که نه باور میکنه نه حوصله‌اش دارم که بگم. میخوای با پلیس خبر دهیم؟ نه، نه، پلیس میتواند پیش اومدی روحی بد رو بگیره. نه، امیدوار هستم که مشکلی پیش نمیاد. شب بخیر. شب بخیر. خبر جدید در این مدت سمت شهرمندون نرفته است، ولی دو بار بردمش با اوساجگاه سالمندون و دو بار دیگر با قبرستون. با کسی دیگری آشنا نشده است؟ چرا؟ با یک دختر. به همه چیز نظرت با چشمانه نمیده اینطوری کسی شک نمی کنه. بله؟ من با اتاق 306 کار دارم. هنوز نیامده. نیامده؟ بله، هرچند که شما زنگ زده بودید من نوشته گرفتم، همین که آمدن حتما به دستشان میرسونم. متشکرم. خدا حافظ. نبود؟ ها؟ حامد نبود باش حرف بزنی؟ ها، چرا؟ خواب بود. شور نیست؟ دست درد نکنه دیگه. منظورم زریه. از وقتی اسمت خدا بیامرز مریض شد و زری جای اونو گرفت، فشار خون هممون رفت بالا. دست درد نکنه. تو اگه قرار باشه تو هر چیزی انقدر دقیق باشی که دیگه هیچی. بعد آدم دقیق باشه که نیستی. اگه دقیق بودی میفهمیدی دستپخت زری خانم نیست. خب من که این غذا رو نچشیدم که. خب بوش، سلیقه. به به، چه بوی، چقدر خوشمزه است. ببین، من اصلا دلم نمیخواد تو آشپزی کنی یا خونه داری کنه از این حرفا. دلم میخواد تو خانوم این خونه باشی، تاج سر همه. تو حرف و تو تعارف آدم تاج سر زیاد پیدا میکنه. ببین، بهت ثابت میکنم که حرفام همیشه حرف بوده، هیچ وقتم بهت تعارف نکردم. حامده. الو حامد. سلام.
خب؟ لازم نیست بیای، راننده رو بفرست. نه خداحافظ. تو این خونه که با اسپانی همه چی زری خانوم بود، اونو گذاشته بودم برای سالاد. اشتباه میکنم فکر میکنم بچه ندارم، در واقع یه بچه دارم، یه بچه که حرف مامانش رو گوش نمیکنه، حرف دلش هم به مامانش نمیزنه. تو که همه رمز راز زندگی منو میدونی، من چیزی ندارم از تو مخفی کنم. از سر شب تا حالا چته؟ خودت که شنیدی، جلسه یه هیئت مدیره یه کارخونه، حساب کتابا به هم ریخته، لامصب همش داره ضرر میده. جلسه هیئت مدیره رو که این بدبخت الان گفت، از سر شب تا حالا چته؟ نمیدونم.